سلام خدمت یکی که تماشاگران خوب و عزیز و مهربان عالی قدر ایرانی در سراسر جهان، این جانب فریبرز. پس از یک هفته غیبت که البته شاید شما نفهمیدید، برای اینکه برنامه تکراری بنده رو نشون دادن، بعد از یک هفته قیمتشو نتونستم بدم، غیبت کردم، برگشتم. ولی یه اتفاق جالبی افتاد که شاید شما ندانید، ولی من چون آدم رو راست یا به قول آمریکایی آنستی هستم به شما میگم. مثل اینکه دو هفته پیش که من برنامه زنده داشتم، من همین کراوات و پیرن رو پوشیده بودم. بعد یه هفته نیومدم و از اماد عزیز خواهش کردم برنامه رو تکرار کنه. برنامه رو دوبار نشون داد، این شد دوبار کراوات و پیرن. امشبم دوباره همون رو پوشیدم، شد سه بار. اصلا از این وقت این میشه یونیفرم مخصوص فریبرز در دنیای دیوانه. یه مقدارم البته پر خوشبویم زیاد میشه، هر دفعه باید پیرن رو بشوریم، ولی اب نداره. شما شاید فکر میکنید که ما الان از یک استودیوی تلویزیونی داریم با شما برنامه در میون میگذاریم و اینجا فقط من نشستم، ولی نه، امشب اینجا خبره. یه عده دارم مبل و صندلی و میز میارم میبرن تو استودیو و من گفتم آقا من برنامه زنده دارم. گفتن بی خیال، این که از اون بره پشت پرده. آقای امادم که توی اتاق فرمان امشب اعصابش ناراحته، امیدوارم در کارهای امشب با دقت بیشتر از همیشه کار بکنه، که گرچه ما با تأخیر خدمت شما آمدیم حدود 15 دقیقه، اقلا نقص فنی نداشته باشیم مثل هواپیما ایران ایر که در یک جوکی در قدیم میگفتند. ولی به علاوه دوستانی که دارن اسباب میارن و میبرن و اماد عزیز، امشب دو تا مهمونم دارم که در بخش دوم برنامه باشون صحبت میکنیم. خبرها طبق معمول، همونطور که میدونید، خبر جنگ و آدم کشی و دزدی و خیانت و جنایت در دنیا. اون لاولاش یه سری آدم خوشبین علکی خوشم مثل بنده میان و سعی میکنم به زندگی بخندن و روی دوربین تلویزیونی با شما حرفای خوب بزنن. همه امریکایی ها و اروپایی ها و جهانیان به طور کلی سرگرم دیدن بازی های المپیک هستن. بالاخره من خیلی خوشحالم که تبریک بگم به ما ایرانی ها، همونطور که آقای عباس خلیقی عزیزم تو برنامه گفتن، ما توانستیم به کمک آقای حسین رضازاده وزنه‌بردار عزیز یک مدال طلا. ما در بازی های المپیک، شاید به خاطر کانال یک، ما یک مدال تبلیغ برای ما در واقع. نمیدونم آمریکایی‌ها چند تا گرفتن، روس‌ها چند تا گرفتن، آقای خلیقی حتما گفتن. من زیاد بازی المپیکو نتونستم تماشا کنم، ممکنه بیشتر از یکی گرفته باشم. مثلا فکر کنم در بعضی از کشورها بیشتر از یک مدال طلا گرفتن، ولی ما یکی گرفتیم و ما نامبر وانی. ببینید، یعنی ما درجه یک برای وزنه‌برداری بود. آقای حسین رضازاده عزیز که وزن خودشون 263.5 کیلوگرمه و وزنی که بلند کردن برای اینکه مدال طلا بگیرن 581، گفتم گرم، وزن خودشون کیلوگرمه، وزن خودشون 263.5 کیلوگرمه، وزنی که بلند کردن برای گرفتن مدال طلا 581 کیلوگرمه، یعنی تقریبا یه ذره بیشتر از دو برابر خودشون. و من یادآوری بهم شد که ما انسان‌ها در این دنیای دیوانه که انقدر ادعا داریم و انقدر از خودمون راضی هستیم، چقدر از مورچه ضعیف‌تریم. ما خیلی برای اینکه به ما مدال طلا بدن دو برابر وزن خودمون رو به زور بلند می‌کنیم، اونم با از این شکلک‌ها و اینجوری و آخ و واخ و پس الان باید یه هفته بخوابیم، دیسک کمرمون ممکنه بگیره، همونطور که خیلی‌ها دچار این مصیبت شدن. ولی مثلا اگه مسابقه وزنه‌برداری مورچه می‌ذاشتن، چون مورچه میگن هزارها برابر وزن خودش رو میتونه، مثلا نشوندن مورچه یه اتومبیل پیکان رو بلند کرده و میگفتن مدال طلا به مورچه شماره 3 میرود. البته اینها فکره و خیاله، من فکر نمی‌کنم هیچ وقت مسابقه المپیک برای مورچه‌ها بگذارن، مگه اینکه مثلا 3000 سال دیگه اینا نشون بدن که حتی از انسان هم مقتدرتر هستن. چون ما یه موقع توی غار میدویدیم و تو سر کله هم دیگه میزدیم با لباس‌های پشمی پوست گوسفند، و اگر از بالا یک کسی از یک سیاره دیگه ما رو میدید، مثل ما میدید که مورچه‌ها رو الان میبینیم که توی گروه‌های منظمی راه میرن، به هم هم میرسن، سلام علیک میکنن. حتما دقت کردین، من بعضی وقتا خیره میشم به مورچه‌ها و میبینم که میرن میرسن به هم، یه اینجوری میکنن و ادامه میدن، میگه چطوری قربونت برم، نوکرتم، تازه چه خبر خانم، چطورا، از این حرفا. در مسابقات کشتی البته ما امیدواریم که جوایزی نصیبمون بشه، انشالله که بیشتر از یک طلا یا یک نقره یا یک برنز ایران عزیز ما به کشور ایرانمون برمیگردونه از بازی های المپیک.
و اما نزدیک بود ما یک افتخار دیگه هم نصیبمون بشه به جز مدال طلا در وزن برداری، دوشیزه ایرانی 23 ساله‌ای به نام خانم آیلار که البته اسمش ترکی به نظر میاد، دختری است بسیار زیبا، عکسشون رو در اینترنت شما حتما نگاه بکنید، واقعا خوبه، یعنی از هر نظر به نظر دختر خوب و مهربان و خوشتیپی میاد. ایشون می‌خواستن در مسابقه دختر شایسته شرکت بکنن در کشور نروژ، فکر می‌کنم جالبه که بله نروژ، و داوطلب شرکت در مسابقه دختر شایسته میشن و ایشون رو قبول میکنن. تمام مسابقات از این قبیل مثل دختر شایسته، ملکه زیبایی، قوانینی دارن، مثلا افرادی رو که گذشته هایی دارن که مورد تایید کمیته های انتخابی این جور ارگانیزیشن ها یا مؤسسات هست رو قبول نمیکنن. مثلا در امریکا سالها قبل دختر بسیار جذاب سیاه‌پوست آمریکایی از همچین مسابقه بیرون شد به خاطر اینکه عکس‌های اوریان اون در یکی از مجله‌های آمریکایی به نام پنت هاوس چاپ شده بود. بگذاریم که ایشون خیلی معروف شد و خواننده شد و رقاص شد و هنرپیشه شد و همه کاره شد، الان هم تو همه آگهی‌ها تو تلویزیون می‌بینیم و این در واقع به نفعش تموم شد، ولی هیچ وقت افتخار این که تاج دختر شایسته به سرش بذاره رو نتونست به دست بیاره. این خانم هم در نروژ رفتن و انتخاب شدن، ولی وقتی که گذشته ایشون رو چک کردن دیدن که این دختر خانم ایرانی در گذشته نه چندان قدیمی، چون فقط 20 سالشه، در دو فیلم، ببخشید در تلویزیون ایرانی من نمیدونم چجوری بگم، از اون فیلم هایی که توش کار بد انجام میدن و لباس تنشون زیاد نیست و مردم به هم دیگه خیلی عشق میورزن با حالت خیلی بدی، مثل این که بهش میگن فیلم های لختی پختی در ایران، اینجا بهش میگن X-rated movies. ایشون دو تا فیلم X-rated بازی کرده بودن در امریکا، اون هم حالا چطور این دختر در سن 20 سالگی به این کارو دست زده و انقدر فعالیت داشته و اومده نروژ و امریکا و فلان، اینو ما نمیدونیم. خلاصه وقتی که کمیته این رو میفهمه ایشون رو از مسابقه بیرون میکنه به خاطر اینکه جزء قوانینشون هست که هیچ کدوم از کسایی که در این مسابقه شرکت میکنن نباید بدن اوریانشون در عکس یا فیلمی قبلا نشون داده شده بوده باشه. این دختر اول برای اینکه حاشا بکنه این مسئله رو میگه من نبودم، این خواهر دوقلوی منه. ببین ما ایرانی ها از هیچ کی نمیخوریم و از هیچ جا هم نمیمونیم. میاد قشنگ خانم آیلار با کمال جرأت میگه که بابا این خواهر دوقلوی من بود، اصلا ربطی به من نداره، غافل از این که اینها این قدرت رو دارن که بیشتر جستجو بکنن در گذشته این خانم و فهمیدن که ایشون اصلا خواهر دوقلو نداشته. خلاصه گاو خانم یک قلو داره نه دوقلو. و بعد اومدن به ایشون گفتن که حالا تو بهتر از کشورم خارج بشی، چون علاوه بر اینکه از مسابقات دختر شایسته بیرونش کردن، گروه‌های خیلی ارزم به حضورتون قشری مذهبی به ایشون تلفن‌های تهدیدآمیز کردند و در اسکاندیناویا گویا در چند ماه اخیر چند قتل به قول امریکایی‌ها آنر کیلینگ شده، یعنی افرادی که به خاطر احترام و افتخار و نام خانواده‌شون زن و بچه خودشون رو می‌کشن. مثلا یک مرد ایرانی دخترش رو خفه کرده در یکی از کشورهای اسکاندیناویایی به خاطر اینکه با هم اختلاف عقیده داشتن روی مسائل خانوادگی. خلاصه این خانم فراریه، از یه ور از مسابقه بیرونش کردن، از یه ور هم معلوم شده که روح گفته در مورد خواهر دوقلوش، و از یه برم گفتن که از این کشور خارج شو. و متاسفانه خانم آیلار، یعنی متاسفانه برای خودش، من طرفداری از روش فکری و زندگیشون یا مخالفتی باش ندارم، جالب توجهی که خانم آیلار از 2 سالگی در واقع در نروژ بزرگ شده بودن و در خانه‌ای با پدر خوانده و مادر خوانده و جدا از پدر مادر اصلی